اقدام قضایی مجلس ایران علیه حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور شدیدترین تقابل میان دولت و مجلس کنونی. در یک مورد حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران خواستار محاکمه آقای روحانی شد به دلیل آنچه سوء مدیریت کرونا در ایران خواند. تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 21,063 نفرند و با کمال تأسف باید اعلام بکنیم که طی 24 ساعت گذشته 258 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 را در کشور از دست دادیم. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران که بسیاری حتی در حکومت در آن تشکیک می‌کنند نشان دهنده اوجگیری فزاینده شیوع ویروس کرونا در ایران است. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در نامه ای در این باره نوشته است. در این میان و ناباورانه راهکار شناخته شده فاصله گذاری اجتماعی و از شاخصترین مصادیق آن محدودیت‌های سفر در ایام نوروز 1400 نادیده گرفته شد، به گونه ای که میتوان این حادثه خطرناک را نبود اراده در کسانی دانست که وظیفه جلوگیری یا به حداقل رسانیدن مسافرت‌های نوروزی را داشتند اما آن را اعمال ننمودند. دولت ایران هیچ اقدامی برای جلوگیری از مسافرت‌ها در ایام نوروز نکرده بود و تنها به توصیه بسنده کرده بود. دور به حضرت عباس نرید. و اکنون مقام‌های بهداشتی مسافرت‌ها را عامل وضعیت کنونی می‌دانند. اونچه که امروز در رابطه با بیماران بستری میبینید حاصل صفهای طولانی خرید مرغ و بقیه مایحتاج مردم در شب عید و بعد از اون دوره همیها و شروع آثار سفرها ناشی از جابجایی هاست. آقای شهریاری اما به این وضعیت معترض است و خواستار اقدام قضایی علیه رئیس جمهوری. مرجع و صاحب صلاحیت در این خصوص ستاد ملی کرونا است که ریاست آن با رئیس جمهوری محترم است. سونامی نوروز کاملا قابل پیش بینی و پیشگیری بود. قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی بخش دیات در این خصوص روشن است و به نظر می رسد قصور یا تقصیر را متوجه ریاست ستاد می داند. ساده انگاری و در کنار آن چشم پوشی از ادای تکالیف میدانی در جلوگیری از مسافرت‌های نوروزی از عوامل این اتفاق ناگوار است. این اما تنها مورد نیست. روز گذشته اعضای مجلس شورای اسلامی تصمیم به اقدام قضایی علیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گرفتند. با 190 رأی موافق، 9 رأی ممتنع و تنها 9 رأی مخالف. آنها آقای روحانی را متهم کردند که از صدور دستور انتشار و ابلاغ 14 فقره قانون مصوبه مجلس استنکاف کرده است. تشدید تنش میان دولت و مجلس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، آن هم در روزهایی که دولت ایران در حال چانه‌زنی با قدرت‌های جهانی بر سر حفظ برجام است، موضوعی که قطعاً در مذاکرات به سود تهران نخواهد بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.